سلام، من آزاده هستم. به کانال من خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه چند روزی نبودم، برای بار 3890م سرما خوردم و البته الان حالم خیلی بهتره. من کلا فکر کنم اول ویروس سرما خوردگی بودم، بعد دست و پا دروردم، یا تو زندگی قبلیم بدون شک من یک ویروس سرما خوردگی بودم. اینجا هوا همچنان خیلی سرده، بارون میاد، همش ابریه و بعضی روزا من لباس مناسب نمیپوشم واسه همین سرما میخوام. بریم ما هم اوتروی آلبوم آماده باشه شایع رو ببینیم که یاد و خاطره همه کسایی که منتظر بودن این آلبوم بیاد، الان در جمع ما نیستن، گرامی باد. فردا بالاخره آلبوم ریلیس میشه، ولی اوتروش رو زودتر دادم، مثلا اینتروش که خیلی خوب بود، یادم خیلی انگیزشی بود. کلا شایع مثبت بی‌نهایت و منفی بی‌نهایت، یا داره از غم و بدبختی میگه یا اینکه خیلی انگیزشی میگه. و البته کلا این مدلی که یعنی مشکل رو میده، بعد مثلا سولوشنش رو، راه حلش رو میاد توی یه آهنگ دیگه میگه. بریم ما همین رو ببینیم. مثل استودیو ماننده، یه درامر، یه بیسیست و یه گیتاریست. شایم که چی نشسته مثلثی وسط قالی. بشین کارت دارم. صدای ورق. آره صدای ورق زدن اومده، ولی کسی ورق نمیزنه. چه باحاله. معمولا تو سبک رپ یه بیتی درست میکنم، مثلا یه سری پد و سینت سایزر و از اینجور چیزها رو میارن تو میکس و مسترینگ و خلاصه مثلا ساز واقعی شما نمیبینی. تنها کسی که میبینم خیلی از گیتار الکتریک و اینا استفاده میکنه، حالا به غیر از مهراتیده، شایع هست. و یکی از دلایلی که من آهنگای شایع رو خیلی دوست دارم همین موضوع. نگاه، قشنگ ساز واقعی آورده، درامز، گیتار، بیس. امیدوارم که سر راک باشه. شاید دست خطم هم پسندت می، شاید خیلی ها نگیرنم جدی، شاید رب نکنم خفن خیلی، شاید بهم بگی فقط شعری. فقط شعری ها چیزی شه. میگه که شاید نپسندن و نمیدونم رب کردن و منظورشو خفن نباشه، ولی من فکر میکنم واقعا رب کردن شایع خفنه. و حالا درسته که مثلا میگن که نمیدونم فلوش خیلی تکراری شده، ولی تو همین تیزرهایی که پخش کرد من یه چند تا فلوی ناو ازش دیدم. خیلی ها نگیرنم جدی، شاید رب نکنم خفن خیلی، شاید بهم بگی فقط شعری. بهم میگن فاز چی؟ یه رو میگی یادم، یه رو یادت میره. یه روز میگی یادم، یه روز یادت میره. یادتون رفت، یاد من موند. من توی این آلبوم، این وسط ریاکشن میگم، من توی این آلبوم از همه بیشتر منتظر اون فیتش با پوریم. فکر میکنم خیلی چیز نابی شده باشه، نه من شده اصلا. تیزرش که خیلی باحال بود، من برای اون آهنگ خیلی ذوق دارم. چرا من اینو این وسط گفتم؟ بهم بگی فقط شعری، بهم میگم فاس چی؟ یه رو میگی یادم، یه رو یادت میره. داشت کارشینه با خشن روی آدرس میده. من فکر کنم اینا اثرات مواده. یه رو یادت میره، داشت کارش اینه، با خشن روی آدرس میده. دلاتون سرمایم، قبل داشتنتون خوب من یادمه، سوژم میکردن اون وقتا همه، بغزم خوردم تا تهش. میگه سوژم میکردن اون وقتا همه، ولی یادم یه چیزی تعریف میکرد که مثلا یه نفر اومده بود گفته بوده که نمیدونم، به خودش گفته بوده که نمیدونم من شایم، محمدرضا شایم و اینا. فکر کنم ازش سوژم میکردن اون داستاناست، اون سالایی که فیسشو نشون نمیداده. تنتون خوب من یادمه، سوژم میکردن اون وقت همه، بغزمو خوردم تا تهش. نشنید کسی بریدنم و دویدنم و نخورد کسی گویی برام و ده دوازده سال کشیدم جور الانو که تنهایی تلا منو گوش کنه شبا رو. اینو راست میگه. مثلا وقتی به یه جایی میرسی، خب من آدمی دورا برم هست که واقعا از صفر زحمت کشیده و الان خودش به یه جایی رسیده و هیچ کس اون چیزها رو نمیبینه. این که مثلا شب جمعه همه رفتین عشق و حال، اون نشسته بوده زحمت میکشه، تمام روزایی که زحمت کشیده، هزینه کرده، وقت گذاشته، هیچ کدوم نمیبینن. بعد یهویی که مثلا طرف معروف میشه، میگن که نمیدونم این پول باباش بوده، پارتی بوده، فلان بوده، ولی واقعا زحمت کشیده. شایع هم دقیقا معلومه از اون بچه هایی که خیلی زحمت کشیده تا به اینجا رسیده.
چه چون باتمم نشسته تکون نمیخوره کرد کسی گویی برامو ده دوازده سال کشیدم جور الانو که تنهایی طلا منو گوش کنه شوارو زندگی ما آهنگ کردم واسه مثل خودمو تا برگردن مهم نبود ساعت گفت واسه مثل خودمو تا برگردن اینو چندین بار تو آهنگاش گفته به خصوص تو فکرم آهنگ اینجانه بود کدوم آهنگش بود اگه اشتباه نکنم که میگفتش که همش رو تخت افتاده بودم هیچ کاری نمیکردم نمیدونم زندگیمو به بتالت میگذرونم تا یه روز به خودم اومدم از جام بلند شدم و گفتم با خودم بسازم و اینا و واقعا راست میگه توی همه آهنگاش احساس میکنی که شایعه میخواد تجربیات زندگیشو مثلا روزای بعدشو که تبدیل به روزای خوب کرده بهت منتقل بکنه و واقعا یکی از دلایلی که من شایعه رو دوست دارم همینه که شایعه ناله میکنه قصه ها رو میگه بدبختی ها رو میگه بعد میاد واسش راه حل میده راه حلش همینه که آقا مثلا قوی باش بکوب بساز خودش به نظر من ایران تعداد زیادی شایع لازم داره چون که یه ذره مردم مثلا بی انگیزه جوونا یه ذره بی انگیزه ان آهنگای شایع اون قسمت با بی پولا بودم با بدبختا بودم و ایناشو گوش نکنی راه حلاشو گوش کنی قشنگ حالتو خوب میکنه برو زندگی ما آهنگ کردم واسه مثل خودمو تا برگردن مهم نبود ساعت چند است شنبه است یا پنجشنبه است رپ جرم بود من با کاغذ هم دست نظام رو من با کاغذ هم دست منظورش لیبل کاغذه همین هم که میتونه منظورش باشه روی کاغذ شعر می‌نوشتم ایهام باحالی بود ساعت چند است شنبه است یا پنجشنبه است رپ جرم بود من با کاغذ هم دست نظام رو تصویر ما شطرنج بس انداخت تو جون نظام رو تصویر ما شطرنج بستش فکر میکنم تو برنامه یه شوک بوده یه همچین چیزه من اون برنامه رو ندیدم فقط در مورد شنیدم که رپرها رو نشون میدادن و صورتشون رو شطرنجی میکردن و میگفتن اینا شیطان پرستن خیلی خنده داره به رپر بگی شیطان پرست ببین اگه مثلا بری به سبک متال بگی میگم والا یه جا راه داره مثلا بلک متال رو به شیطان پرستی رپ بدی ولی یه احمقی اگه پیدا شه رپ رو به شیطان پرستی رپت بده معلومه اصلا تو مغزش پهنه پهن کردم واسه مثل خودمو تا برگردن مهم نبود ساعت چند است شنبه است یا پنجشنبه است رپ جرم بود من با کاغذ هم دست نظام رو تصویر ما شطرنج بس انداخت تو جون مامان از آیندم ترس همه روح و روانم خسته است عالم عمده وقت آبد پتانسیلش هست حوصله کم دارم ولی بچگیم یه قول به این شهر دادم بهش گفتم ببین دور میگیرم یا نه چقدر قشنگ بود میگه که مثلا مامانمو ترسوندن به خاطر اینکه ما رپ میخوندیم و اینا ولی من با اینکه پتانسیلش رو دارم حوصله‌ام کمه به خاطر اینکه این دوزاریای پاپ خون خیلی راحت میرن تو برج میلاد کنسرت‌های چند هزار نفری میدن درآمدای زیاد دارن تو برنامه‌های تلویزیون دعوت میشن نمیدونم همه جا هستن بعد این رپرها که بیشتر زحمت میکشن خودشون لیریکسشون رو مینویسن هیچ وقت نمیتونن از رپشون درست حسابی پول در بیارن و واقعا راست میگه پتانسیل هست حوصله کمه از حوصله کم دارم ولی بچگیم یه قول به این شهر دادم بهش گفتم ببین دور میگیرم یا نه میبینی دیگه ادب میکنن نمیبینی دیگه هر سعادت میخورم کام میگیرم که گهگدار برگ گلم بازنده همتون برنده خودم بازنده همتون برنده خودم چه لفظ خفنی بود از این لفظاست که فکر کنم از فردایی رو عکسا بنویسن و نمیدونم باهاش کلی چیز بسازن از این جملات انگیزشی خیلی باحال بود بازنده همتون برنده خودم خیلی حال کردم تا اینجای آهنگ فکر کنم بهترین جملهش بود هر سعادت میخورم کام میگیرم که گهگدار برگ گلم بازنده همتون برنده خودم گیتارش چقدر خوبه کمود پشتش اگه اشتباه نکنم اینترو هم همینجا بودش خوند آره یه سر شبیه همونه نمیدونم شاید همون نیستش ولی یه کمود حالا نمیدونم منظورش از این کمود چیه یه کمود خالی ببینم ننوشته بیتش محمدرضایان گیتارش هم ننوشته کیه ولی گیتارش خیلی دوست داشتم خیلی ساده است ولی خیلی خوشگل بود خب این اوتروش بود امیدوارم که فردا آلبوم بیاد کلی بهتره کنیم
من که میگم برای آهنگی که با پوری خونده خیلی ذوق دارم، شما برای کدوم آهنگش بیشتر از بقیه ذوق دارید و فکر می‌کنید کدوم آهنگش بالاتره؟ البته من دیدم که یه آهنگی هم با مهراد هیدن داده بود و فکر می‌کنم که اون آهنگی هم که با مهراد هیدن داده بود اونم فکر کنم خیلی بهتره که خفن بشه، شاید بیشتر از فیتش با پوری باحال بود. بچه‌ها یادتون نره اگر آلبومو نخریدین حتما از کانال خود شایع، از اسپاتیفای، سانکلاد، از این جایی که خودشون معرفی میکنن گوش بکنین. هنوز بعضی هم میگن که از کجا برم دانلود بکنم؟ در سال 2023 هیچ کس دیگه دانلود نمیکنه. اگرم دانلود بکنه باز میره از توی پلتفرم های قانونی آهنگ رو گوش میکنه، بالاخره از سانکلاد، نمیدونم، از یوتیوب، از این ور اون ور. خواهش میکنم برای حمایت از آرتیست از پلتفرم های قانونی گوش بکنی، انقلاب رو از خودمون شروع بکنی. مرسی که من آهنگ رو گوش کردی، من دوستتون دارم، خدافظ.